عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. سعید سکویی هستم که در این روز دوشنبه هشتم ماه نوامبر سال 2010 میلادی افتخار حضور در منازل شما را دارم. هموطنان خوبم، یک جهان سپاس از مهر بی پایان شما که در طول چند روز گذشته تلفن های شما چه به دفتر تلویزیون آریامت و چه به تلفن شخصی من نگرانیتون از حال و روز و اوضاع و احوال من و تلویزیون آریامت من رو وامی داره که سر تعظیم جلوتون فرود بیارم و یک جهان ازتون سپاسگزار باشم. هر روز که میگذره و من این سعادت بهم دست نمیده که جلوی دوربین باشم، حالا به دلایل مختلفی که وجود داره، بیش از تک تک شما بیننده های نازنینی که به این تلویزیون و به این برنامه و به این شخصیت سعید سکویی علاقمند هستید، من بیش از همه شما دلنگران این هستم که چرا نمیتوانم بیش از آنچه که در این روزها از عهده‌ام برمیاد جلوی دوربین باشم. فشار بسیار فراوانی که در طول این یک سال گذشته روی من بود، باور بفرمایید دهشتناک بود و زمانی که قبل از اینکه برنامه شروع بشه و فریکونسی تلویزیون آریامهر رو که تلویزیون اصل امروز، حالا نمیخوام زیاد بپردازم، گرفتند، دیدم بعد از 3-4 ستلایت عوض کردن تلویزیون اصل امروز با اومدن روی کانال آریامهر، آگهی پشت آگهی و شدم فکر میکردم بلا فاصله بعد از آگهی ها رقص و موسیقی و بعدش هم لابد یک حضورتون عرض کنم سریال تلویزیونی حکومت اسلامی و از این گونه مسائل و هر جهت همون چیزی که لقمه بسیاری از بینندگان نازنین برون مرزی است که صاحب آگهی رو صاحب کالا رو وامی داره که به این گونه تلویزیون ها آگهی بدن و تلویزیونی که در عرض 3 سال جز جنگ و ستیز و مبارزه با رژیم اسلامی و روی خط شرافت حرکت کردن کار دیگری رو انجام نداد به حال و روزی افتاد که وصف ناپذیره. تنها رسانه‌ای که بعد از 30 سال در خارج از کشور، خصوصا در 12 سال گذشته که ساتلایت تکنولوژی نوین توانست صدا و سیما رو در عرض کمتر از چند ثانیه به سراسر جهان برسونه، به جرأت میتونم خدمتون بگم جانانه با رژیمی که کشور ما رو اشغال کرده و مزدوران و جیرخارانش در برون مرز جنگید و همین امر سبب گشت که از هر گوشه و کنار مورد حمله قرار بگیره. یکی از بزرگترین مراکز اخذ درآمد برای یک تلویزیون آگهی های تجارتی است. زمانی که یک رسانه تحریم میشه که بهش آگهی داده نشه، زمانی که یک تلویزیون به خاطر خط مشی سیاسیش و یا تندروی در مقابل رژیم خونخاری که کشورش رو اشغال کرده، زمانی که یک رسانه برخلاف موج حرکت میکنه، سریال های حکومت اسلامی رو پخش نمیکنه، کنسرت تبلیغ نمیکنه، آهنگ های اونجوری و اینجوری نمیگذاره و فقط به مسائل جاری در کشور، در مملکتمون، در ایرانمون
و آنچه که در قرون مرز برای مسخ کردن مغز من و تو به کار میگیرند حال روزی بهتر از تلویزیون آریامهر پیدا نمی کنه. خب یک مسئله دیگری هم وجود داره و اون اینی که در طول همین یکی دو هفته گذشته من فرصت فراوانی داشتم که بنشینم و این دو سال گذشته رو مورد بازبینی قرار بدم بدون حب و بغض. واقعا بدون هیچ گونه شک و تردیدی تلویزیون آریامهر برای اون دسته از هموطنانی که سرشون به تنشون میارزه، سر سفره پدر مادر بزرگ شدن، شخصیت دارند، از طبقه الیت جامعه هستند، فهم و شعور دارند، تلویزیونی بود که در یک کلاس خاصی کار خودش رو کرد و با تمام فشارهایی که روش گذاشته شد اما هرگز کمرش رو خم نکرد و هرگز در مقابل حکومت اسلامی و عواملش از خودش نرمشی نشون نداد و با اینکه کاملا روشن بود راهی که داره میره در مقابل یک جنگ نابرابر اگر بشه اسمش رو گذاشت شکست خواهد خورد، اما تا آخرین لحظه ها به این هدف مقدس خودش که رهایی کشور از دست یک مشت تازی صفت، یک مشت کسافتی که به قول حسن نصرالله دیروز در یک ویدیویی که صحبت کرد گفت خمینی پدر و پدر بزرگ شده، میدونم همش عرب بوده، نواده محمده و اصلا فارسی وجود نداره، ایران کشوریست عربی و از این گونه مسائل که حالا ویدیوشون رو براتون میگذرم. شاید اولین کسی بودم که در تمام رسانه‌های گروهی واژه رژیم اشغالگر رو به کار بردم، شاید تنها شخصیتی بودم که در رسانه‌های برون مرزی مرگ بر حکومت اسلامی رو فریاد زدم و شاید تنها کسی بودم که برخلاف عاد حتی در مقابل شخصیت‌هایی که با تمام وجودم ذرات وجودم دوستشون می‌داشتم قد علم کردم، اگر احساس کردم یک روشی، یک متدی، یک برنامه سیاسی داره در جهت خلاف حرکت میکنه و به همین جهت هم مورد لعن و نفرین و نفرت کسانی قرار گرفتم که میشه اونها رو خودی به حساب آورد. ما ایرانی ها فرهنگ بسیار طول درازی داریم، خیلی فرهنگ کهنی داریم، همش و همواره به این 2600 سال تاریخمون فرهنگمون مینازیم، ولی متاسفانه نقطه ضعف‌های فرامانی هم در این فرهنگ هست و یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های فرهنگی ما اینه که شما همواره باید همرنگ جماعت باشید، همواره باید به حرف بزرگترهاتون گوش بکنید، همواره حتی اگر غلط باشه، حتی اگر خطا باشه، حتی اگر مرگزا باشه، حتی اگر شکست‌های جبران ناپذیر گذشته رو تکرارش باشه، باید همواره اطاعت امر کنید، در غیر این صورت مورد غضب قرار می‌گیرید.